آمدیم در خونه استاد عبدالقیوم صاغب، یک تن از جوانان حریم زمین، و البته شما اجازه که تازه به جمع ما پیوستین، عید شما مبارک باشه. جناب صاغب صاحب، البته پدر بزرگوار جناب صاغب صاحب هم در کنار ما هستند، یک پیام تبریکی ابتدا از شما میگیرین و از حجی آقای بزرگوار شما بعد میرین روی سوالات. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما میهمانان عزیز و بزرگوار که در خانه بنده تشریف آوردین. از دریچه تلویزیون جهانی اسلام فرا رسیدن عید سعید فطر خدمت تمام ملت مسلمان افغانستان، خصوصا مردم مجاهد، مردم با عزت هرات تبریک عرض میکنم. الله تبارک و تعالی خوشی ها و سعادت های دنیا را نصیب همگی با شما بگرد. آمین. خوب هستین؟ انشاءالله. عید شما مبارک. شما مگر عید مبارکی داشته باشین. سلام از ادب دارم این جانب عبدالظاهر و صاغب. بار بار از خدا رضی ام که امروز به یک کلبه غریبی بنده فقیر تشریف دارم. زنده باشین. قصر پادشاهی صاغب صاحب عزیز. عید با کلن تبریک میگم به شما و با کار کنم. ممنون شما. زنده باشین. من انرژیم چند برابر میشه وقتی که در کنار پدر و پسر قرار میگیرم. این گویای از محبت و احترام و صمیمیت هایی که الحمدلله بوده، هست و همیشه ماندگار خواهد بود. صاغب صاحب عزیز، چگونه بود شروع عید؟ الحمدلله به لطف احسان پروردگار امسال با یک امنیت بسیار کامل، یک آرامش بسیار کامل عید در سپری کردیم. بله. و در ایام مبارک رمضان هم شاهد عبادت های مخلصانه جوانان، نوجوانان، پدران مسفید بودیم. الحمدلله که روز اول عید امروز همسایه ها به سر محق داشتن و نزدیکتر بودن، قرب ما بیشتر داشتن، از همسایه خود دیدن کردیم و رفتیم از اونا دیدن کردیم و روز اول انشاءالله با خوبی و خوشی در کنار فامیل، در کنار همسایه و دوستان، و آخرین روزه که حالا ختم میشه که شب شده، در کنار شما بزرگوارا و دوستان عزیز. ممنون شما صاغب صاحب عزیز. البته من با همکاران عزیز من جناب آقای کاظمی و هر دو آشوری گرامی که در پشت صحنه قرار دارن، از همسایه ها و عزیزایی که ما نتونستین بیاین عید مبارکی خدمت از اونا داشته باشین، به خاطر ساخت این برنامه عید را از صمیم قلب برای شما تبریک و تهنیه عرض میکنیم. امیدوارم که بشه بیاین و در آغوش بگیرین هم دیگه. حاجی مامو جان، پیر شدین دیگه یا نه هنوز جوانه؟ نه هنوز جوانم دیگه. خب ماشاءالله. نه تشکر، یک زندگی بگیرم انشاءالله پیری میشم تقریبا انشاءالله. اجمال جان بگین که عید چی حال و هوایی داره برای شما و همسن سالهای شما؟ یعنی سالها عید کردین بودین، آیا همین خوشی که و تجلیل از عیدی که حالا دارین با گذشته تغییر کرده یا همون حالته؟ نه، تنها از خود مادم تغییر نکرده. ماشاءالله. از اول عمر که بفهمیدم دست چپ و راست شناختم تا فعلا با من تغییر نکرده. ماشاءالله. بار بار از خدای پاک رضیم، یک اولاد اهل صالح خدا به ما داده. بله. رو به جوانیم. ماشاءالله. بسیار علی، به این فراموش نکنین که دعاهای شما بوده و پشتی مثل کوه به پشت دوست عزیز ما بودین تا اینا به این جا رسیدن. صاغب صاحب، بوسیدن دست پدر در روز عید و بوسیدن دست مادر چقدر لذت داره؟ دوستان عزیز و نهایت گرامی، کسایی که بیننده این برادر و خواهر عزیز، محبت کردن با پدر و مادر یکی از واجبات دینه، لازم و ضروریه که انسان اولین کسی که عیادت میکنه عیادت پدر و مادر باشه و دست پدر و مادر رو ببوسه، اونا احترام خاص بگذاره. و مهمترین چیزی که اینه، عامتر اگر صحبت بکنیم که در روزهای عید میشه، یعنی روزی که روز شادی و سرور و روز خوشبختی که تمام کینه و کدورت و بغض و عداوت همه گذاشته بشه، طبیعتا انسان با فامیل و پدر و مادر که محبت خاص داره، در دیگه کسایی که دوست و رفیقی داره، با اونها آشنایی داره، همسایه داره، حتی در خانه از بره و محبت اول از خانواده خود شروع بکنه و اظهار بکنه، بعدن دوستا دیگه بره، همین ما کینه و کدورت کنار بگذاره و
با خوبی لب پر از خنده با مهربانی با شادی در کنار دوستان خود زندگی بکنم. بسیار عالی. و اینکه بعضی ها متاسفانه البته شاید جای این سوال هم نباشه، خب باز هم بپرسم از شما، بعضی ها متاسفانه همین محدود کردن به عید، خصوصا بودن با پدر و مادر، حالا با تجملات و مشکلات و گرفتاری هایی که به پیش اومده، به نظر شما راه حل بهتر از این هست که تمام ایام خصوصا برای پدر و مادر جدا از بحث عید رسیدگی ها اینا داشته باشه؟ خب نکته اشاره کردیم که احترام کردن به پدر و مادر تنها مختص به روز عید نیست، همیشه و همیشه انسان باید احترام پدر و مادر خود را داشته باشه و بالوالدین احسانا، اون کلا تو رو تا در کنه از روشن میفرمایه و باید که چون بعضی موضوع دیگه که مختص شده گفتنون رب میکنه به همسایه و دیگه و دیگه که مثلا در بین همسایه کدام کدورت مشکلی میشه، یعنی روز عید روز متبرکه، روزی که کینه و کدورت و همه چیز باید از دل برداشته بشه و موسیقی ها میرن به خانه نفر میرن و یک مهربانی، یعنی به خاطر روز عید که هسته و عید مسلمان های مسلمان ها دو عید دارن، عید فطر و عید قربان هست که اونا رو به هم اشتی میدن و همی رسم اناناتی که از سابق مانده موسیقی ها میرن و همو کینه و کدرت برداشته میشه. برکت روز عید یکی از فضایل برکت روز عید اینه که مردکت و موضوع خون میشه، مشکلات میشه، جنجال میشه، برن به خانه مردکی میگن برین روز عیدیه، اونو با همدیگر میشیرم و آشتی میکنم و اون کینه و کدرت از بید برداشته میشه. بسیار عالی، ممنون شما ساقب صاحب. از پدر عزیز آخرین باری که ایدی گرفتین کی بوده؟ آخرین بار که ایدی گرفتم دیگه امروز که تال برای میدی ندادم. اگه قرار نیه که بعد هنگه من از اینا بگیرم بودو برای شما. حالا امروز که تا والی چون مصرفیت مهمان ها بود و مهمان بود به خانه آمد اگه مصرف بودیم و ایدی ندادن، و حالا جلو کمرم هست این دوستان ببینن بعد نمیشه به ما ایدی بدن. بسیار عالی، پس یعنی ما ایدی از پدر جان بگیریم تقدیم شما کنیم؟ از پدر جان ایدیر بگیرین و اگر باز بعد از برنامه هم ایدی میدن ما چون مادر هم وجود داشته باشه، خب شاید به اولاد کلون خود ایدی دادن، مادر هم باشه که در تو یک دفعه ایدی بگیرین، آها با یک دفعه ایدی جمع بگیرین. بسیار علی اجیکوکو، امی رسم ایدی دادن همیشه بوده، شما حالا هم به این سال دوست دارین که ایدی بگیرین؟ بله، البته گفتین که من هنوز هم حال و هوای عید از دوران کودکی و نوجوانی هنوز دارین شما. درسته، از گفت شما خیلی ما بود هیدی از اینا انشالله بعد از هید دیگه کوشش کنم احریسی اینا رو بدم. به 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 این هم هیدی شما. یاد من از قول شاعر آمد که شب زفاف کمتر از پادشاهی نیست، به شب که آن که پدر پسر را کند ما هم برعکس شد، حالا پدر را میگم به شب آن که پسر پدر را کند. بسیار علی، انشالله ایدی خوبی هم تقدیم شما شد. من یک چیزی به دست ساقب صاحب دیدم، حالا نمیفهم که بپیچم روی از این موضوع یا نه، آقای کاظمی هم دیرن که اجازه بگیرم از اینا. دست شوری صاحب، دست ساقب صاحب رنگ کرده اینا هم دست ماشه من مشکلی که نداره کمی بپیچون با آقای ساقب، میشه که باز کنین دست شما ببینم. یعنی یکی از نشانه های عید همینه، درسته؟ یکی نشانه های عیده، اگر باز کف دست پنجه خود هم رنگ کرده باشه یکی نشانه عید، یکی نشانه عروسی. خب یعنی شما یک تیری به دو نشون زده. همین هنابستن جمعه ما در قدیم هم رواج بود در دوران شما؟ بله، از این وقتی که میاد میدم همین هنابستن رواج بود، حتی من دیگه این شب خانم من نیه دیشب قرار بود پنجه مره نکنم، این شب نیه دیگه من بمیم پریشیم خود برزتم. خب انشالله که این اتفاق به عروسی جناب ساقب صاحب بفته بر شما و شما هم دستان اینا کرده داشته باشیم. ممنون شما، پیام آخر شما، پیام تبریکی شما برای همشهریان و هموطنان عزیز. تشکر میکنم از شما بزرگوارا، احمدی سه بزرگوار، وردو و شری سه بزرگوار، جناب کاظمی سه مرد شجاع و انسان نیک اندیش تلویزیون جهانی اصلاح، همیشه اصلاح میدرخش با وجود از اینا. دوستان عزیزی که ما بیننده هستند، برادر خواهر،
الله تبارک تعالی به خاطر نعمت هایی که دارن شکرگزاری بکنن و پیام عمده ایم اینه که دوستان و عزیزان ما دنیا درگذره، دنیا بسیار مختصر، عمر تیر میشه. اگر با کسی کینه دارن، کدورت دارن، عداوت و دشمنیه، چی برادر، چی کاکا، چی خاله، چی قوم، چی همسایه، هر کس ما محض رضایت الله تبارک و تعالی برن همه اقوام خود را با آغوش گرم بگیرن، به خانه اونها برن، آشتی بکنن و لبخند مهربانی همونه که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که یک تا تبسم کردن و لبخند زدن در مقابل برادر مسلمان صدقیه. هیچی نعمت بزرگه که انشاءالله الله تبارک و تعالی برای ما توفیق بده که عمر بیشتر بده که ایدهای بیشتر داشته باشیم، همه گی دوستا در سر سایه رحمت الله قرار داشته باشن و کینه و کدورت در کنار بگذاریم، بین همدل و مهربان باشین و در کنار فامیل خود با خوبی خوشی سپریم انشاءالله. و به ادامه حرفای ساقب صاحب، هر یک کدوم ما اگر خدای نکرده ناراحتی دارین حرکت کنیم به طرف برای آشتی یا برای در آغوش گرفتن، او الله متعال حسنات بیشتر میکنه. پس سبقت بگیرین در این مورد. ایده شما از صمیم قلب مبارک.